خانم ها و آقایان، سید جواد رضویان. جواد جانم، جان دادم، ما دوست داشتیم که میزبان تو باشیم و شنونده روایت تو و نقل تو. قطعا تو خیلی احتیاج به معرفی برای مردم ما نداری، همه دوستت دارن و تو رو تماشا کردن و تماشاگر تو بودن و همه هم از این منظر تو رو نگاه کردن که خب جواد رضویان باید همه تلاششو بکنه که ما رو بخندونه، اصلا خب حق نداره کار دیگه ای تو زندگیش بکنه، وظیفش خندوندن ماست. و شاید خیلی ها با تلاش تو، با زمین خوردنهای تو، با گرفتن زبدرهای قرمز تو آشنا نباشن و فکر کنن جواد رضویان هم خب به سادگی جاشو پیدا کرده و شده جواد رضویان و از تو همیشه توقع دارن تو خیابون لبخند بزنی، باشون خیلی خوب و خوش عکس بندازی و بخندونیشون. من خدا رو هزار هزار مرتبه شاکرم که از یه خانواده خیلی مذهبی وارد هنر شدم و این بزرگترین عامل بازدارنده بود برای جواد رضویان. جواد رضویان یا باید ریاضی محض میخوند، یا باید پزشکی میخوند، یا باید یه چیزی میخوند، مهندس میشد. آره، یه چیزی که حداقل شأنیت خانواده رو، یعنی چی نقاشی؟ برای چی نقاشی؟ از دانشکده هنر. اینو به جرأت دارم عرض میکنم، من اولین نفری بودم که از خانواده وارد دانشکده هنر شدم. بعد از من خدا رو شکر این تابوی شکست. واژه مطرب برای من به کار بردن که رفته مطرب شده و این خیلی سنگین بود برای من، برای خانواده نازنینم که همه زندگی من برای اینکه اگر اینجا هستم فکر میکنم بخش عمده ایش بعد از لطف و عنایت پروردگار، فکر میکنم بخش عمده ایش دعای خیر پدر مادر و خانواده عزیزم بوده که پشت سرم بوده و اصلا نقطه پرش من از ورود همسرم به زندگیمه که منو مثل توپ یه دفعه پروند هوا، جوری که اصلا خودم مونده بودم هاج و واج و یه زبدر اساسی اینجا خوردم. یعنی زبدر اول این بود که من اومدم وارد دانشکده هنر شدم، اومدم نقاشی خوندم، خبط بود، اومدم از در کنار نقاشی رفتم بازیگر شدم. یعنی این دیگه افتضاح بود، خبط نبود، یعنی این یه با اسفای همچنان میتونست پشت سر من داشته باشه. ولی از اونجایی که خدا رو هزار مرتبه شکر لطف و عنایت خودش، من همیشه حضانت شدم، حفاظت شدم، میگم این تابو شکست و این از گرفته شد از همه این عزیزان. گذشت تا زبدر بعدی. زبدر بعدی جایی بودش که سال 78 جواد رضویان 10 ماه، بالغ بر 10 ماه، شاید 11 ماه خونه نشین شد. جواد رضویان بعد 11 ماه که از خونه اومد بیرون، میتونم راحت بگم کسی دیگه نمیشناختش، چون موهاش بلند شده بود، اصلاح نکرده بود، دوبار وصیتش رو داده بود دست همسرش که تازه اومده بود تو زندگیش، هنوز عقد کرده بودیم، عروسی نکرده بودیم. دلیلش رو بعدها فهمیدم. تو یعنی 78 دقیقاً 20 سال پیش، بله، که خونه نشین میشی تقریبا 1 سال، بله، قبلش معروف شده بودی، بله، شهرت داشتی و سیب خنده هفت و حرف اینا همه در اصل مال قبل از این داستانه که به شدت هم تماشاگر داشت. بله بله. بعد تو اوج اون شهرت یهویی تو 78 چه اتفاقی میفته که 1 سال خونه نشین میشی؟ این زبدر زبدریه که به نظرم من از خدا خوردم. هیچکی این زبدر رو بر من نزد. من به این باور رسیدم که خودم این کار رو کردم. گفتم، یعنی گفتم که جواد فکرش رو میکردی این بشه؟ گفتم کی جنمشو داره اینجوری صبح کل سهر بلند شه 20 ساعت کار بکنه؟
کی جنمش رو داره اینجوری نمیدونم نره دیدن خانومش، خانوم تازه عقد کردش، کی جرعتش رو داره اینجوری، کی زندگی کرده؟ آره معلومه بایدم به یه همچین جایی برسه، به کجای کاری نرسایی اینجوری داره میبرد جلو. اگه میذاره پاتو کج میذاشتی پاتو صاف میکرد، رات میبرد. من گم کردم خودمو. امشب به همه عزیزانی که از این مرحله انشالله تشریف میبرن، اون بین اون چهار یعنی اضافه میشن به اون چهار نفر، اون پنج نفر میشن در از در فینال پنج گروه، یک لحظه به این باور نرسیم عاجزانه ملتمسانه خازانه برادران عرض میکنم، یک لحظه به این باور نرسیم که خودمون بودیم، خودمون بودیم، لازم بودیم، کافی نبودیم. اون بالایی اراده نکنه برگ از درخت نمیفته، نمیشه باور دوباری که وصیتمو دادم دست همسرم ازش خواستم از من جدا شه. جات به اینجا رسیده بود، یعنی در این حد یه ذره‌شو نمیتونی برام بگی؟ یعنی چی خونه نشین شده بودی؟ خالی کردم یه دفعه، احساسی هم پوچ شدم، خالی شدم، دیگه هیچ توانی ندارم. یعنی یک آدم خونه نشینی که جرأت نداره تا سوپرمارکت سر کوچه‌شون بره. یعنی افسردگی و بیماری روحی روانی اومد سراغ. وحشتناک، از شب وحشتناک میترسه جواد رضویان. به محضی که غروب آفتاب میبینه احساس میکنه ناقوس مرگ داره به صدا در میاد با رفتن غروب آفتاب، یعنی با رفتن خورشید. و میگم من دوبار از همسرم خواستم با تحویل اون وصیت‌نامه، چون همسر من سنی نداشت وقتی با من ازدواج کرد، فکر کنم اون تاریخی که من ازشون خواستم از من جداشم فکر کنم 16-17 سالش بود. یعنی احساس میکنی جواد داری میمیری؟ بله. خواب دیدم که سومین بارون پاییزی که بزنه کار تمومه. بارون اول پاییز زد، بارون دوم پاییز زد، بارون سوم پاییز اون سال بارون نبود، برف بود. آه. و جواد موند. شما وقتی یه خانواده که میگم انقدر جایگاهش بالاست، یه خانواده ای داری که اینجوری ساپورتت میکنه و یک سره داره به تو امید میده، همینجوری میکنتت پرتت میکنه تو پاورچین. آن از اون مرحله رسیدن به این مرحله یه چیز عجیب غریب بود. خب این زبدر دومه. بله. و تو عامل مهم برگردوندنت به زندگی رو تو اوج دوران افسردگی در سال 78 20 سال پیش، همون عامل بازدارنده تو زبدر اولت میدونی، یعنی خانواده‌ات، همونا به دادت رسیدن. بله. در این زبدر دوم که خیلی داشت اوضاع خطرناک میشد برای بله. تو بله. چون بعضی از این بیماری‌ها، این جنسی که الان جواد تعریف کرد، واقعا تو آستانه مرگ میبرتت. بله. و این کارو باید میکنه، یعنی یقت رو میگیره چون باورش کردی و داری بهش بالو پر میدی، میبره تا نکنه کارش هم ولت نمیکنه. جواد آدم عجیبیه. من یه بعضی موقع به بعضی رفقا میگم جواد یه کارایی میکنه تا مرموزه، یه جایی به شدت فراری از یک یه سری اتفاقاتی که تو قلبشه و دوستش داره و براش سختی هم کشیده. یه جاهایی جواد تو پیدا میکنی، حالا میدونم ناراحت بشه، نمیگم من نکاتش، حالا قطعا مردم متوجه میشن، توی خیرایی، توی جایی که کار هر کسی نیست رفتنش، اما انقدر ساده، انقدر بی ادعا، انقدر خاکی که تو باور نمی کنی. خواهش میکنم، میخوام بگم که تو رو خدا دست کن آیا علی خانم، و آفرین بهش که تو نقل این قصهش، چون همه منم خانواده جواد خیلی خوب میشناسم که چقدر محترم و شریفن، گفت زبدر اول قرمز من خانواده‌ام بودن، عامل بازدارنده برای هنر بودن، اما تو لحظاتی تو زبدر دوم زندگیم که با مرگ مواجه بودم و دست و پنجه نرم می‌کردم، همون خانواده‌ام به دادم رسیدن و نجاتم دادن. که اصلا این دنیا نه همین دیگه، کل قصه دنیا نه همین، یه جای ما حکمتی رو نمی‌فهمیم
و یه جایی متوجهش میشیم که میگیم خدای الهی 100 هزار مرتبه شو که بودم. برای همین جواد میخوام ازت یه خواهشی بکنم، اساره و خلاصه آنچه در دنیا دیدی و تماشا کردی و زیست کردی و تجربه کردی رو اگه بخوای کوتاه در اختیار بچه‌هایی که روی صحنه هستن و الان باید با یه اجرا خدافظی کنیم و بگیم خدافظ و ممکنه تو دلش بشکنه و ناامید شه و یه اجرایی الان با ذوق و شوق بره برای فینال، اما اون چیزی که تو تجربه کردی و از دنیا فهمیدی در مورد موفقیت و درست بودن و به جا بودن و به مقصد رسیدن، اون عامل مهمه، اون ابزار گردن کلفته چیه که میشه بهش تکیه کرد و محکم رفت جلو جنگید، حرف همه هم شنید و برون آورد و ادامه داد؟ نظرم سه تا عامله. من مرگ رو دیدم دیگه. دیگه امشب از مرگ بالاتر داریم. الان با هر کدوم از تیما که بخوایم خدافظی کنیم دور از جون، مرحله مرگ چه نیستش. من مرگ رو دیدم. دوبار تا حالا وصیت دادی دست کسی؟ شما دادین تو؟ باورش خیلی سخته. من خودم اون روزها رو که مرور میکنم میگم فقط میتونم دستم رو برم بالا بگم خدا من لیاقتش رو دارم واقعا. این امانتی که این 20 و اندی سال گذاشتی رو شونه من واقعا لایقش هستم. نه اول انشاءالله 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 همه از قلبمون، نگاهمون، توسلمون، توکلمون به یک قدرت باشه انشاءالله، به یک قدرت که میگم بدون اجازش مطمئنن برگی از درخت نمیفته. دوم خودتون تو همتتون و سوم خانوادتون. پدر و مادر بزرگترین سرمایه یک اولاد میتونه باشه. پدر من یک دعا بر من میکنه، مادر من خیلی کنکاش میکنه کار منو. مادر الان سر چه کاری هست؟ مادر الان این کاری که تو آفتاب رنگ پوستت این رنگی شده مادر دیگه، مادرانش. پدر من میگه خدا قوت، خدا آبرو تو حفظ کنه. تنها دعای بابامه خدا آبرو تو حفظ کنه. الهی آمین. به افتخار همه پدر مادرها خواهش میکنم از حضور منور و نازنینتون بایستی. به افتخار همه پدر مادرها انشاءالله. انشاءالله هر کی داره سایش تا ابد مستدام، هر کی هم نداره دعای خیرش از آسمونا همچنان نثارش انشاءالله. بفرمایید. بفرمایید. خب خانم نونال گریه کردی؟ جواد گریه خانم نونال در آوردی؟ غلط کردم. غلط کردم خانم نونال. چرا؟ چی شد؟ یاد مادر افتادی؟ خیلی قدر داره. ما هیچ کدوم خودمون تصمیم نمیگیریم در چه خانواده‌ای باشیم. واقعا همشون عالی هم. همشون دلشون میخواد که خیلی عالی باشن. بعضی میتونن، بعضی نمیتونن. بعضی تقدیرشون حالا هر چه که هست. ولی واقعا نمیدونم، شاید همچین تجربه‌ای نکرده بودم. واقعا شاکر شدم. آخ ببخشید منو. ببخشید. نه دلیلش رو بهمون نمیگی. یاد پدرم، یاد مادرم. خیلی نازنین بودن. واقعا امیدوارم سایه‌شون بالا سرتون باشه. من هیچ این که فکر کنید من میگم آه مادرم آه پدرم، واقعا از صمیم قلب آرزو میکنم پدران و مادران شما به اندازه پدر و مادر من عمر بکنن. من از جمله آدمهای خوشبختی هستم که سنین بالای پدر و مادرم رو دیدم. ولی دلتنگ میشی و گاهی از این که از رضایتمندی خندت نمیگیره، گریت میگیره. واقعا اصلا انگار من مدت ها بود نیاز داشتم که به یادشون چشمم تر شه و واقعا خودداری میکنم چون خب. از
اصلا تو ذهنم نبود جواد میتونه تو این قصه خیلی کسی که بتونه گریه خانم نونه عالی رو در بیاره. وای باورم نمیشه. یه ماه عسلی باورم نمیشه. نه 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 اتفاقا برعکسه. باور کنید که برعکسه. من واقعا اشکم به شکرانه در اومد. واقعا ممنونم از این لذتش رو بردم. جواد جان خیلی ازت ممنونم. قربونت برم. خدا به شما و همه این عزیزان سلامتی بده. خدا قوت میگم دم همه گی گرد. مخلصی دم همه گی خواهش بگرد.